وقتی که بحث موفقیت و پولدار شدن و سبک زندگی خفن میاد وسط، خیلی ها، یعنی 90%، اولین چیزی که به ذهنشون خطور میکنه ساعت 5 صبح بیدار شدن و کلی کار و تلاش کردنه. ولی اصل قضیه چیز دیگه است. امروز با هم قراره ببینیم چجوری میشه با روزی فقط 5 ساعت کار کردن 15 ساعت نتیجه بگیریم. این معجزه‌ایه که خیلی ها ازش خبر ندارن. من سیدپور هستم و به ویدیو انگیزش جدید خوش اومدی. راستی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ازت خواهش میکنم اگر محتواهای ما رو دنبال میکنی و از این جور سبک محتوا خوشت میاد، یه لایک بکن و یه کامنت انرژی بخش بذار که انگیزمون برای تولید محتوا بیشتر بشه. معمولا آدم ها توی زندگی یکی از مهمترین فاکتورهاشون برای رسیدن به هدف سخت کوشی و اراده آهنین و اینجور چیزاست. پس یه نفر خیلی پرقدرت امروز پا میشه بگه من از امروز میخوام با اراده آهنین برم جلو تلاش کنم، یه شبه تصمیم میگیره و خب متاسفانه یه هفته نمیکشه که اون همه انرژی و انگیزه و شور و شوق از بین میره و دوباره طرف میرسه به نقطه اولش. چی میشه که اینجوری میشه؟ چرا وقتی که این همه تلاش هست، این همه انگیزه برای ادامه دادن هست و این همه شور و شوق برای رسیدن به هدف هست، همه اینا یک شبه نابود میشه و دوباره ترس و ناامیدی به سراغتون میاد؟ سوال اصلی دقیقاً توی عادت هاست. کسی که یک شبه تصمیم گرفته، خب آفرین، خیلی خوبه، ولی آیا یک شبه هم میشه یه عادتی رو تغییر داد یا نه؟ قطعاً نه. پس وقتی که یه تصمیم میگیری، جنگ بین تو و عادتات شروع میشه و میدونی مثل چیه؟ انگار رفتی شکار اژدها، اونم با دست خالی و بدون هیچ گونه زرهی. احتمال اینکه این خود اژدها بیفته و بمیره از احتمال کشته شدنش توسط تو خیلی بیشتره. خب مشخصه نمیشه رفیق، وقتی تو یه تصمیم میگیری که میخوای زندگی تو عوض بکنی، باید بدونی این پروسه بلند مدته و تنها چیزی که توی بلند مدت جواب میده عادتهای شماست. نه اراده آهنین، نه انگیزه زیاد، نه 5 صبح بیدار شدن، هیچ کدوم جوابگو نیست. فقط چیزی که مهمه عادتهای درست تکرار کننده است. این راهش نیست رفیق. اصل قضیه اینه که اگه میخوای خواب با کیفیت، کار با کیفیت و در نتیجه زندگی با کیفیت داشته باشی، باید عادتهای درستی بسازی. عادت‌ها یه شبه به وجود نمیان، یه شبه هم از بین نمیرن. پس اول از همه، یک، بشین و ببین چه عادت‌هایی در طول روز داری که باعث میشه وقتت هدر بره. اگه زیاد از گوشی استفاده میکنی، زیاد میخوابی یا وقت تو الکی با بقیه میگذرونی و هیچ چیزم بهت اضافه نمیشه، اول از همه باید عامل‌های مخرب رو تعیین کنی. بعضی هم برعکسن، میان یه شبه تصمیم میگیرن و جوگیر میشن، از فردا همه دوستاشونو بلاک میکنن، گوشی رو کلا خاموش میکنن و میفروشن و حتی روزی 2 ساعت بیشتر نمیخوابن و به قول خودشون متحول شدن، احساسی تصمیم میگیرن و حدس بزن چی میشه؟ یه هفته دیگه دوباره گوشی رو برمیدارن، دوباره با همون آدمان و از همه مهمتر دوباره شکست خوردن. خیلی واضحه، چون تو نباید یه عادتی رو یه شبه تغییر بدی. تو ذهنیتت، فیزیولوژیت، باورهات و سبک زندگیت بر اساس اون عادته. اگر بخوای یک شبه اون رو عوض بکنی، معلومه که شکست میخوری، معلومه که شکست میخوری. پس اول از همه بیا و عوامل مخرب رو شناسایی کن. همین، کار بیشتری انجام نده، فقط ببین که چه عاملایی باعث میشن که تو روز به روز به سمت عقب بری. همین، وقت تو چجوری میکشه، چجوری انگیزه تو از بین میبره، چجوری انرژیت رو ازت میگیره، اینا رو باید پیدا کنی و کار ساده‌ایه. فقط کافیه که برنامه روزانه تو یک هفته بنویسی و اون موقع میبینی که چه تایم هایی و چه کارهایی باعث میشه که وقتت از بین بره، انگیزت از بین بره و از همه مهمتر انرژی و سبک زندگیت خراب بشه. و شماره 2 این که بعد از فهمیدن این که چی کار باید بکنی و تونستی عوامل تخریبی رو شناسایی بکنی، باید شروع بکنی و با تغییرات خیلی کوچیک کاراتو ببری جلو. که این تغییرات کوچیک در بلند مدت یه فاکتوری دارن به نام زمان، که این زمان باعث میشه تأثیرشون خیلی بزرگتر از چیزی بشه که فکرشو میکنی. عادتهای کوچیک و تغییرات کوچیک در بلند مدت تغییرات بزرگ به وجود میارن که بهش میگن اثر مرکب. توی ویدیوی عادتهای اتمی هم قبلا بهش اشاره کردم، اگر دوست داشتی بعد این ویدیو حتما اون رو هم نگاه کن. شروع کن با تغییرات کوچیک، کیفیت کاراتو ببر بالا. مثلا اگه روزی 4 ساعت کار میکنی یا درس میخونی، هدف بذار که بعد از یه هفته برسونیش به 5 ساعت، یعنی تقریبا روزی 10 دقیقه. این 10 دقیقه به کسی فشار وارد نمیکنه، ولی به مرور تو رو به هدفت میرسونه. و سوم این که باید کیفیت کار رو بالا ببری و در عرض زمان سفر کنی، نه در طولش. خیلی‌ها فقط از طول زمان استفاده میکنن، یعنی به ازای زمانی که میذارن نتیجه میگیرن، ولی بعضیا، مخصوصا کسایی که موفق شدن،
کسایی هن که از عرض زمان استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی در مدت زمان معلوم چندین تا کار انجام میدن و با اون کارها رو با کیفیت انجام میدن. یعنی چندین برابر کاری که میکنن نتیجه میگیرن. اینجوریه که تو 5 ساعت کار میکنی ولی 10 ساعت نتیجه میبینی. حالا سوال اینجاست، چطوری؟ مگه میشه؟ بله شدنیه، ولی تمرین زیادی میخواد. اول از همه باید مورد 1 و 2 رو انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی عوامل تخریبی رو شناسایی بکنی و بعد از اینکه فهمیدی کدوم عوامل باعث میشن که تایمت و همچنین انگیزه و انرژی در طول روز تخریب بشه، شروع کنی قدم‌های کوچیکی براش حل کنی و راه حل‌های جدیدی بدی که من چیکار بکنم که وقتم کمتر هدر بره، چیکار بکنم که با آدم‌های سمی که انرژی منو میگیرن و انگیزه منو در طول روز کم می‌کنن کمتر رفت آمد داشته باشم، یا همچنین فضای مجازی کدوم کانال ها کدوم پیج ها باعث میشن که من وقتی که بازشون میکنم حس بدی به هم منتقل کنن، اونا رو پاک کنم. و بعدش وقتی که میخوای به یک کاری مشغول بشی، یه تکنیکی بهت میخوام بگم که حتما باید یادداشتش کنی و اون تکنیک 10-50. یعنی چی؟ یعنی تو توی 1 ساعت 50 دقیقه باید کار کنی و 10 دقیقه استراحت بکنی و تو این استراحت باید تمرکزت رو کاملا از کارت خارج بکنی و اینکه به هیچ عنوان وسط کار تمرکزت رو از دست ندی و فقط به کاری که میخوای فکر کنی. اینجوری کیفیت کارت جوری میره بالا که تعجب بکنی. و اینکه لزوماً 5 ساعت نیست. 5 ساعت یه عدد مثالی بودش که من برای شما دوستان زدم. ممکنه 10 ساعت باشه، ممکنه 7 ساعت باشه، هر چه عددی که دوست داری میتونه باشه. من نمیدونم چه عددی تو میخوای شروع کنی، ولی عددی که میخوای شروع کنی حتماً معقول و منطقی باشه، نه خیلی بالا باشه نه خیلی پایین. در حین اون 10 دقیقه استراحت به هیچ عنوان، تکرار میکنم، به هیچ عنوان سمت گوشی نرو. اینکه من برم گوشیمو چک بکنم ببینم چه نوتیفی اومده و ترجیح بده که موقعی که داری کاری انجام میدی گوشیت خاموش باشه یا حداقل سایلنت باشه که نوتیفیکیشن ذهنت رو به هم نریزه. میتونی یه موسیقی ساده خیلی معمولی هم بذاری که خب قطعا کمک خواننده خواهد بود، اما سلیقه است، ممکنه بعضی خوششون نیاد، اما میتونه توی کیفیت کارت بهت کمک بکنه. و سعی کن موسیقی نباشه که خیلی انرژی بالایی داشته باشه، چون باعث میشه که هورمون‌های انرژیت تخلیه بشه و همچنین خب بخوای بلند شو یه کاری انجام بدی به جای اینکه بشینی و درس بخونی. پس سعی کن یک موسیقی که خیلی رو ریتم باشه، مثل موسیقی‌های لوفای که داخل کانال تلگرام رویاهای مقدس هم کلی ازش هست، میتونی اونا رو استفاده بکنی در حین کار کردن، در حین ریلکسیشن و همچنین در حین مطالعه انجامش بدی. و در انتها حتما به کیفیت کاری که انجام میدی از 1 تا 20 به خودت نمره بده. اگر کیفیتت افت کرد، به ازای اون افت کیفیت و افت تمرکز نمره از خودت کم بکن و در آخر توی 1 هفته یا 10 روز میبینی که روند کیفیتت چطوری بوده، بهتر شده، بدتر شده و چجوری رفته جلو. اینو یادت باشه، هر وقت که نتایجت رو و کارهایی که میکنی رو بیاری رو نمودار، میتونی بهتر درک بکنی که کجای کاری و چجوری باید بهش نگاه. اگر دوستان بخوان و همچنین حمایت بکنن و لایک و کامنت زیادی این ویدیو بگیره، انشالله قسمت دومش رو هم میسازم که داخل اون کامل توضیح میدم که چجوری 5 ساعت رو خیلی آهسته آهسته ببرید بالاتر و تایمتون رو اول کاملا مفید بکنید. یعنی وقتی 5 ساعت کار میکنید، 5 ساعت درس بخونید، کامل مطالعتون کاملا کیفیت بالایی داشته باشه و بعد از اون میخوایم یه کاری بکنیم که تو عرض زمان کار انجام بدیم نه در طولش. امیدوارم موفق باشی و هر جا که هستی بی نهایت خودت باشی. من سید پور هستم و اینجا رسانه انگیزشی و لایف استایل رویاهای مقدس.